وقتی انجیل برنابا رو مطالعه بکنی، وقتی که داخل داستان‌هایی که داره ارائه میده بری، یک داستانی رو متوجه میشی. انجیل برنابا داره این تلاش هست، داره این داستان رو داره، در واقع نمیخوام میگم میگه، میخوام میگم میبافه چون حقیقت نداره، که یهودیان در زمان عیسی مسیح کتب موسی رو تحریف کرده بودن. اون چیزی که در دستشون بود تحریف شده بود به دست یهودیان، و بعد مسیح وارد صحنه میشه. حالا میخوام میگم که چطور انجیل برنابا برای تایید تحریف، ادعای تحریف کتاب مسیحیان داره استفاده میشه. مسیح وارد صحنه میشه تا روشن بکنه مطلبه که شما کتب موسی رو تحریف کردی، کتبی که در دست شما کتب راستین نیست، حقیقت رو من میگم. تو این هیرودار که مسیح داره این حقایق رو به قول خود، به قول انجیل برنابا مطرح میکنه، قوم اسرائیل اشتباهاً فکر میکنن که اصلا بابا این شخص عجب شخصه، به عنوان پسر خدا خدا میپرستن، شکر و وارد پرستش خودشون میکنن، دیگه اوضاع بدتر از قبل میشه، کتاب تحریف شده، حالا عیسی مسیح هم یک انسان از فرش به عرش رسیده و یک داستان دیگه به اون مشکلات اضافه میشه. قوم یهود، سنای قوم یهود و بزرگان یهود دیگه اونجا آشفته میشن. چیکار کنیم؟ بیایم عیسی توطئه قتل عیسی مسیح رو بچینیم، عیسی مسیح از صحنه برداریم که ممکنه یه مقدار از این تنشا بکاهیم و مشکلات حل بشه. و عرضم به خدمتتون، خب این اتفاقات که میفته، خدا نقشه اولیه‌اش این بوده که مسیح رو مستقیم به آسمان ببره، خداوند نقشه‌اش رو عوض میکنه، بنابراین یک شخص دیگری به جای عیسی مسیح مصلوب میشه و تمام اینا رو اگر دقت بکنید داستانی هست که قرآن داره تعریف میکنه، در واقع داره تایید میکنه که آن چیزی که قرآن میگه درست هستش، از اول هم از زمان یهودیان کتب عهد عتیق تحریف شده و این تحریف برش اضافه شده و همینطور ادامه پیدا کرده تا کتب عهد جدید. حالا شاگردان وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون شاگردانی مثل برنابا وظیفه‌شون این هستش که حقیقت رو بگن. افراد دیگه مثل پولس اومدن مسیحیت ناب رو دارن فاسد میکنن، آموزه های اشتباه رو دارن وارد ایمان مسیحی میکنن، افرادی مثل برنابا ایستادن و دارن از این ایمان مسیحی راستین و ناب دفاع میکنن. این همون صحبت هایی رو که معمولا میکنن این افراد برای تایید انجیل برنابا، که برنابا آیرنیست توی کتاب خودش از انجیل برنابا صحبت میکنه که پولس ستیز، الهیات پولس رو زیر سوال میبره. بنابراین شاگردان در تلاش هستند تا مسیحیت راستین رو دوباره بازیافت بکنن، حقیقت رو دوباره بگن، تحریفا رو، اون شرکایی رو که وارد ایمان مسیح شده رو رد بکنن. این ادامه پیدا میکنه، شاید شاگردان به اون حدی که انتظار میرفت موفق نبودن، حالا این پیامبر اسلام تا آمده یک بار برای همیشه حقیقت رو مطرح بکنه و این به قول معروف اشتباهات و سوء تفاهم و توهم هایی که دنیای مسیح رو فرا گرفته رو، حقیقت رو برملا کنه تا اونها مسائل رفع بشن. برای این تمام یکی از ابعاد یا کوشش زیاد و تلاش زیاد انجیل برنابا اینه که تایید بکنه انجیلی که در دست مسیحیان هست و ایمان مسیح تحریف و فاسد شده، آن چیزی که مسیحیان امروز بهش معترف هستن ایمان واقعی نیست، آن چیزی رو که ایمان واقعی هست کتمان کردن، ولی پیامبر اسلام اون رو داره بازگو میکنه. انجیل برنابا هم به عنوان شاهدی هستش که حرفای پیامبر اسلام رو تایید. خیلی جالبه که انقدر دنیای اسلام متمرکز این هست که بخواد به قول معروف اثبات بکنه که مسیحیت درست نیست و آنچه کلام خدا داره میگه اشتباه است، انقدر تمرکزش بر اونه و انقدر داستان ها میسازه که این کار رو انجام بده، در واقع به صورت خیلی بچگانه انگار که کار خدا رو داره زیر سوال میبره که خداوند مسیح رو فرستاد ولی اشتباه نقشش اشتباه از آب در من، پس کاهنین به این فکر افتادن که دست به قول معروف خدا رو مک بکنن که به اون نقشه قایی که برای رسیدن به محمد باشه برسه. خیلی بچگان است که بخوایم آدم اینجوری فکر بکنه که خداوند خیلی نقشه تعیین شده ای که داشت برای رسیدن به اون پیامبر نهایی خودش محمد درست از آب در نیامد که بخواد انسان اون رو کمک بکنه. چند تا نکته در این بین دیده میشه. اولا نکته دیگه ای رو که انجیل برنابا انجام میده و شما بهش اشاره کردید، بحث به صلیب کشیده شدن مسیح، کار عیسی مسیح هست که تمام ایمان مسیح بر اون بنا شده. ما نگاه میکنیم پولس این رو میگه اگه مسیح نمرد و برنخواست رستاخیز انسان، ایمان مسیح رو ما نباید موعظه بکنیم. پس دوباره نگاه میکنیم میبینیم برمیگرده به متون
کتاب مقدس ریشه ای رو پیدا میکنه و اون رو نقض میکنه در خودش، که در واقع هم کتاب مقدس رو و هم ایمان مسیح رو زیر سوال ببره. نکته دوم این هست که اگر همونطور که شما عرض کردید انجیل برنابا شاگرد راستین مسیح بود که به ضد شاگردان دروغین حالا پولس و بقیه بلند شده بود، ما نگاه میکنیم و فقط برنابا هست که یک همچین صحبتی رو داره میکنه. تازه صحبت تاریخیش هم کسی نمیتونه برگرده به زمان برنابا، با هم چند بار صحبت کردیم. در کنار ادعای برنابا بودن رو میکنه، بله برنابا هم بله کاش برنابا بود، تو فکر میکنم برنابا این حرفا رو میزد، ولی اگه برگرد تاریخا رو درست میدونه. حالا صحبت کنیم که دقیقاً نکات تاریخی و جغرافیایی هم تا یه صحبت میکنیم، ولی صحبتی که هست اینه که ما میایم همونطور که قبلا گفتیم استناد یک واقعه تاریخی از شاهدان عینی اون موقع انجام. شما امروز هم که برید در دادگاه، کسانی که اونجا در زمان اون وقوع جرم اونجا بودن میتونن سندیت و صحبت بکنن. منی که از یک کسی شنیدم برم اونجا حرف بزنم، حرف منو کسی قبول نداره. بنابراین صحبتی هم که میشه، حالا شاگردان مسیح که با مسیح بودن و این سه سال رو با او رشد کردن و مسیح که بعد رستاخیز کرده همه اینها رو دیدن، حرف اون همه شاگرد رو بذاریم کنار، حرف تاریخ نویسانی که از مسیح و کار رو نقل قول میکنه بذاریم کنار و به حرف یک نفری برسیم که ادعای برنابا بودن رو داره و حتی قدمتش بر نمیگرده به اون زمان. پس باز میگم شاید اولین بار که یک کسی این داستان رو که واقعا شما از کتاب انجیل برنابا نقل قول کردید بشنوه، بگید خب تا یه حدی مثل که یه جورای معنی میده، ولی وقتی وارد عمق میشید، ولی وقتی وارد تاریخ میشید، میبینید اصلا اینا با هم جور در نمیاد. چقدر من باید دور از حقیقت باشم تا بخوام به یه همچین نکته برسم؟ پس دو نکته هم مطرح کردیم، انجیل رد انجیل بود و رد صلیب مسیح بود. نسبت به صلیب مسیح هم چیزی بهش اشاره بکنم. اون منابعی رو که خود انجیل برنابا خیلی مشخص هست که ازش استفاده میکنه، اناجیل ناستیکی و منابع آپوکریفا هستش که اگر اونها رو مطالعه بکنیم، مثلا انجیل توماس رو یا توما رو بهش میگن بررسی بکنیم، میبینید تو اون قسمت هم مسیح مصلوب نمیشه، بلکه مسیح حالا خب ریشه انجیل توما ریشه ناستیکیه و فلسفه ناستیکی رو باعث شده که چنین انجیل نوشته شده و حالا تمام کسایی که توی انجیل راستین به عنوان آدمای بد معرفی شدن، توی انجیل توما به عنوان آدمای قهرمانان داستان معرفی میشن. یهودایی که توی انجیل راستین به عنوان کسی که ملعون هست، توی انجیل توما به عنوان کسی که قهرمان داستان هست معرفی میشه بماند. ولی ریشه اینها همش چنین باب، چنین کتبی هست، کتبی که مسیحیان از همون نخست هم رد کردن. اناجیل ناستیکی رو که همون پدران که قبل از پدران کلیسا افرادی مثل پولس و مثل یوحنا توی کتاب خودشون مشخصا دارن باهاش میجنگن، مخصوصا یوحنا توی رساله اول خودش میگه که هر کسی که به تجسم مسیح قبول نداشته باشه از دجال هست، داره با همون ناستیکا میجنگه. و روایات دیگه که از پدران کلیسا در مورد یوحنای رسول و جنگ اونها با این افراد هست. کلیسا از اون اول جنگ خودش رو داشته. حالا بماند کتابای آپوکریفا که به عنوان کتابهای داستانی و مشوق استفاده میشد برای مسیحیان، اونا هم هیچگاه به عنوان کتب الهامی پذیرفته نشده. ولی حالا انجیل برنابا برای اینکه حقانیت خودش رو ثابت بکنه یا حتی حداقل یک دستاویزی داشته باشه که بتونه حرفای خودش رو به کرسی بنشونه، داره از اون مطالب استفاده میکنه، مطالبی که حتی قرآن هم از اون بهره میگیره برای رد اصول اساسی ایمان مسیح که صلیب یکی از اون محورهای بنیادی اون است. بله. و ما بعد نمیشه اشاره بکنیم به متونی که در این کتاب وجود داره. اشاره کردیم به صورت خلاصه به این که خب برنابایی که همکار پولس بوده و خیلی در این کتاب ازش نقل قول میکنه، چطور پس در این حال او رو رد میکنه؟ به صورت منطقی این اصلا قابل تایید نیست که من نقل قول کنم از کسی که قبولش ندارم. و ما خیلی نوشته ها رو میبینیم، حالا من نمیدونم باید بخونم این داستانی حالا. هست اگه بد نمیشه بخونید، چون برنابا داره از کتب عهد عتیق و عهد جدید نقل قول میکنه. اشاره کردیم توی داستان های توی جلسه قبل که بعضی از این داستان ها رو افرادش رو اشتباهی نقل قول میکنه ازشون، ولی نقل قول هایی هم که میکنه توی چارچوب داستان رو از اناجیل گرفته، ولی حالا توی انجیل خودش داره این رو یه جوری عوض میکنه. میخواین این دوتا رو بخونید؟ مثلا انجیل یوحنا باب 1 آیه 19-23 یک داستانی رو میگه، بعد خود انجیل برنابا باب 42 آیه 2-11 اون رو عوض میکنه. میخواین جفتش رو بخونید که دوستان عزیز آشنا بشن؟ این به عنوان مثال در انجیل یوحنا باب 1 آیه 19-23 میخوانیم: و این از شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادن تا از او سوال کنن که تو کیستی.
که متعرف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنگاه از او سوال کردم پس چه، آیا تو الیاس هستی؟ گفت نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی. آنگاه بدو گفتم پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادن جواب بریم؟ درباره خود چه میگویی؟ گفت من صدای ندا کننده ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنی، چون که اشعیا نبی گفت. اما انجیل برنابا این گزارش را اینگونه بازگو میکند. آنگاه دیدن بسیاری از آنان که آمده بودند تا جستجو کنند او را، زیرا رؤسای کاهنان رأی می‌زدند میان خود تا براندازند او را به سخنش. از این رو فرستادند لاوی‌ها و بعضی از کاتبان را که از او پرسیده بگویند تو کیستی؟ پس این اعتراف نمود یسوع و فرمود به راستی و درستی که من مسیح نیستم. پس گفتن آیا تو ایلیا یا ارمیا یا یکی از پیامبران پیشین هستی؟ یسوع جواب داد چنین نیست. آن وقت گفتن تو کیستی؟ بگو تا شهادت دهیم برای آنان که ما را فرستادند. پس آن وقت یسوع فرمود منم آوازی فریاد دهنده در همه یهودیه که فریاد می کند آماده سازید راه فرستاده پروردگار را آنگونه که او نوشته شده است در اشعیا. این کیه؟ انجیل برنامه ادعا میکنه که پیامبر اسلام محمد. درسته. پس صحبتی رو که در واقع انجیل یوحنا از یحیی میکنه تا یحیی خودش رو به عنوان مهیا کننده راه برای مسیح یا مسیحی که میخواد بیاد صحبت بکنه، ارتباط میدم و میگن این صحبت مسیح هست، نه یحیی برای اومدن مسیح، بلکه مسیح هست برای اومدن محمد. پس می‌بینیم به قول همونطور که شما گفتید متن داستان استفاده شده، برگرفته شده، ولی شخصیت‌ها عوض شدن. تا چی؟ تا اون هدف سوم در واقع انجیل برنابا انجام بشه. گفتیم رد کتاب مسیحیان، انجیل مسیحیان، رد کار مسیح و انکار شخصیت الهی او، و در نهایت باور به این که محمد پیامبر اسلام پیامبر آخر هست و اونه که باید بهش رجوع بشه. البته اگه اجازه بدین در مورد اون هم بخونیم که نوشته از قبلش پیش زمینه. اگه امکان داره من نمیخوام گیجتون بکنم.